بله با شما هستم. امروز ویژه برنامه بامداد خوش شما تماشا میکنین و مناسبت 8 مارچ خواستم یک روز قبل تر از این تاریخ این برنامه را تقدیمتان کنیم و دلیل از اینکه فردا جمعه بود ما خواستیم که برنامه مناسبتی ما روز پنجشنبه باشه. گفتم پس نمانیم نه از بله و دو مهمان عزیزی با ما هستن و مهمانای ما را هم مریم جان براتون معرفی میکنه. بله. یک شفقت اما قدر براتون یک نقل میتم که زیادتر وقتشان در پرواز است، در هوا هستن. مقصد اینال خودتان عطس بزنین که کی خواد باشه. بله من بر شما میگم که ذهن شما زیاد بله. جستجو نکنه. خانم مرزیه تلحشور هستن با ما در این بخش، پیلوت هستن در نیروهای هوایی و خانم سحر شبدیز احمدی که فعال حقوق زن هستن در کنار ما. خانم مرزیه سلام، صبح بخیر، روز زن مبارک. سلام و صبح بخیر خدمت شما، همچنان شما روز زن به شما مبارک و همچنان سلام و صبح بخیر خدمت همکاران عزیز و تمام کسانی که ما را از پرده تلویزیونتون تماشا دارن و همچنان ممنونم که امروز این فرصت به من دادید تا از طریق برنامه خوبتان این روز بزرگ به تمام خانم‌ها تبریک بگویم. بسیار خوش آمدین. تشکر. یک هفته میگه در پرواز بودین. بله یک هفته پرواز. خیلی هم خسته بودین. خیلی پرواز خستگی داره. بله. پرواز خستگی داره. بله. چطور علاقمند رشته پیلوتی شدین؟ راستش پیلوتی یک رشته است که خودتان میفهمید زیاد زیادتر کسا باشه که به این رشته تمایل داشته باشه و من هم البته یکی از کسایی هستم که خیلی به رشته پیلوتی زیاد علاقه دارم. البته باید بگویم که علاقه شدید من به رشته پیلوتی ریشه در آرزوهای کودکیم نداشت. علاقه شدید من بعد از پیوستن به پانتون هوایی شروع شد. زمانی که من هر روز به پانتون هوایی میرفتم با اونجا نشست و برخواست تیاره های مختلف هم میدیدم، اما اونجا بود که یک انگیزه برای من ایجاد شد. در کودکی من... دوست داشتین چی کار شده؟ در کودکی راست بگم من زیاد دوست داشتم یک پزشک جراح شوم، چون دوست داشتم مردم رو کمک کنم. اما متاسفانه یا بگویم خوشبختانه چون پیلوتی هم رشته کمی نیست. میگن پیلوتی هم دل میخواه. پیلوتی هم دل میخواه. بله ما یک بوسکلی طرف میبریم، دل ما هزاران دل هرگی بر ما پیش میاد. سرجان سلام و روز زن مبارک باد. بسیار خوش آمدید. سلام بر شما ایمل جان، صبحتان بخیر. سلام مریم جان، صبح همه دوستا بخیر. بسیار خوشحال هستم که فلان افغانستان در سطح رسیده که واقعا زنها تا حد زیاد جایگاهشان را به دست آوردن. اکثرا میگن که موفقیت هر انسان موفق است عقب زود دست یک زن است. بله. شاید متعجب شاین که ما بگیم که در عقب هر موفقیتی که در زندگی به دست آوردیم مردی است که پدرم است. بله. برادرم است، استادایم است، قهرمانای زندگی تو بله. هستن. قهرمانایی که واقعا مرد زن ولیکن بیشترینش یعنی اعضای خانواده به خصوص پدر و برادرایم بدن. بله و امروز شکر مریم جان جامعه ما در آر ترقی و پیشرفت هستند. مریم خرمی را ببینین که یک نتاق بسیار خوب است ماشاءالله و هر روز مهمان خانه هایتون هستند. سرجان هم کار فعالیت داره در بخش های مختلف و در کنارش خواهر ما سلحشور که پیلوت هستن و هواستن و در کنار ما مهمانای دیگری هم در کنار خود داریم که با گیتارهای دست داشته و که چیزایی هم که عشقشان هستن آمدن چند لحظه بعد نغمه سرایی خواد کردن. بله. بله و سحر جان از این بود که چند سال هست، چه مدت است که خودت کار میکنی، در کارهای فرهنگی حضور داری و به خاطر حمایت از زنها برنامه‌هایی دارین با بقیه همکاران و با بقیه کسانی که در قطار شما هستن؟ زمانی که تقریبا 5 سال قبل بود مشکلاتی که روبرو شدیم شخصا خودم ایده ای انگیزه داد که باید به زنها به شکل واقعیش کار شد. جالب است اکثرا خانما به حسادتشان شناخته میشن ولیکن شاید اگر همی نقطه ضعفی که به اونا گفته میشه ایره نقطه قوت خود بسازن موفق ترین انسان ها باشن. خانم ها انسان هایی هستن که نمادی از عاطفه هستن، یعنی یک تکمیل کننده هر زندگی هر فرد بوده میتونن. زمانی که این فعالیت ها رو با دوستای ما آغاز کردم دقیقا دیروز تصویر دیدم این تقریبا از 5 سال قبل از خودتان. بله بسیار برام جالب بود. فیسبوک در روزا یک کار خرابش است که هم عکسای چند سال پیش هم بدرنگی آدم هم میکنه. بله تقریبا خیلی جالبم بود. از یک لحاظ کمی خوش شدم چون سحر 5 سال قبل تا سحر این سال
زیاد فرق و حتی امروز و شاید تا ساعت بعد خیلی فرق کنه. هر ساعتی که گذشته بره تعهدش نسبت به مسلکش که روانشناسی است خیلی بالاتر میشه و بیشترین فعالیت های ما دمی بخش است که ما تونستیم که قبلا هم از طریق برنامه تن طرح معرفی کرده بودیم که روی مراکز مشاوره بود که فعالیت هایش تا حد زیاد پیش رفته و دمو بخش میخواهیم که یعنی بیشتر فعالیت کنیم. چون میگن که ملت که صحت روان و سالم داره هرگز جنگ نمیکنه. بله. میریم به طرف بانو سلحشور و دو دقیقه وقت داریم. پیش از اینکه ما بریم به طرف یک کار، ما یک باید درس شب تایی بکنیم، بله. تمرینات می باشه و دلهرگی ما هم زیادی می باشه، ما زیاد علاقه داشته می باشیم که چه وقت با ما اجازه ازی داده میشه که من مثلا بیایم به تصویر، من پرواز بکنم، به هوا برم. پس از چند سال برای خودتان اجازه ازی داده شد که به هوا باشید. پرواز بکنید. بعد مورد تحصیلاتتان هم بگیم که در اینجا تکمیل شد یا خارج از افغانستان؟ درسته. ما بعد از فراغت از پانتون کابل رشته ساینس فیزیک در پروسه که از طرف وزارت دفاع رشته پیلوتی اعلان شده بود شرکت کردم و که سه مرحله امتحان داشت و خوشبختانه تنها دختری بودم که توانستم هر سه مرحله را پاس کنم. بعد از او مدت یک سال پانتون هوایی را به پانتون هوایی مطالعه کردیم اینجا. که دروس ابتدایی هوانوردی بود، البته به شکل مسلکیش نبود. بعد از 6 ماه ما را به خاطر درس‌های مسلکی در و پرواز عملی به کشور جمهوری چک فرستادن که اونجا درس‌های پیشرفته را بلده، درس‌های تکنیکی را اونجا گرفتن. بعد از چند سال روزه پرواز؟ بعد از 15 ماه، البته پروازهای آموزشی ما اونجا در حال انجام بود، یعنی پروازهای آموزشی انجام میدادیم ولی کار ما را اینجا شروع کردیم بعد از 15 ماه. گاهی وقتا از پرواز هم خسته میشین؟ راستش پرواز چون در ارتفاع بسیار بالاست و محدود است، یعنی قید است در یک جای مشخص خسته کن از وقتی که بیشتر از یک ساعت یا دو ساعت چه مخصوصا به ولایت های دور مثلا هلمند یا مثلا هرات بخوایم پرواز کنیم زیاد خسته کن میشه پرواز ما. خب بسیار خوش آمدین، باز امروزتان مبارک و امروز میخوایم که یک شاخه گل تقدیمتان بکنیم. هدیه ما برای شما. بله، سر جان بفرمایید. تبریک باشه. بفرمایید. اگر مرضیه جان پیامی دارین بفرمایید. راستش در جامعه ما در افغانستان برای زنان مشکلات زیادی وجود دارد که یک تعداد از این مشکلات برمیگرده به جامعه ما، جامعه سنتی ما. اما یک تعداد مشکلات مربوط خود خانم های ما میشه. از خانم های خود من تقاضا دارم که تمام چیزهایی که برای اونا تحمیل میشه یا تمام ظلم هایی که برای اونا تحمیل میشه و رو به عنوان سرنوشت یا حق خود قبول نکنند و به خاطر حضور پررنگترشان در جامعه بیشتر تلاش کنند و استوار باشند. بسیار تشکر، بسیار خوش آمدین سر جان. بانو سلحشور، آرزوی موفقیت براتون داریم. ما وقفه میگیریم و پس از وقفه دوباره برمیگردیم.